سلام، من سینا ایرو هستم و خوش اومدید به یه ویدیو جدید از بازی فورتنایت. در این ویدیو من به خبری کوتاه از فورتنایت میپردازم و چلنجا و فورتنایت های این هفته رو برای شما انجام میدم تا هیچ مشکلی در انجام چلنجا نداشته باشید، شاید جایش گیر کرده باشید یا کلا انجام نداده باشید، و فورتنایت ها رو بهتون یاد میدم که کجا پیداش کنید جدیدا رو. اگر قبلی ها رو ندیدید، تو ویدیوهای قبلم آموزششون دادم، میتونید برید اونا رو نگاه کنید. قبل اینکه به این موضوعات برسیم، از شما میخوام که ویدیو رو لایک کنید. خیلی خوب میشه که در این ویدیو 50 تا لایک داشته باشیم و منو در اینستاگرام دنبال کنید، سینای رو خط تیره وایتی، و اگرم سام رسید ساب کنید. و بدون هیچ معطلی بریم به این موضوعات برسیم. خب اولین موضوع رو من میخوام با گیم مود جان ویک شروع کنم. اگر شما به تیلت تاورز برید و یک قسمت هتل مانند اونجا برید، اونجا هیچ تفنگی رو استفاده کنید، یعنی اگه دشمنانتونم بیان توی اون هتل و تفنگ داشته باشن، هیچ اجازه از اون تفنگ ندارم مگر اینکه ازش خارج بشن، که میتونه جای خوبی برای نفس کشیدن و راحت بودن توی بازی گیم مود جان ویک باشه، که خیلی باحاله و خیلی چیز خوبیه که اضافه شده. و برسیم به خبری که تو ویدیو خبری قبلم هم گفتم، که فورتنایت میخواست ما با فعال کردن حفاظت اکانتمون به ما مثلا 10 تا دلار گیفت بده که ما بتونیم اسکین بخریم، ولی فورتنایت نظرشو عوض کرد. تو ویدیو قبلم گفتم که درجا پاکش کرده بود از توی بازی، و الان وقتی آپدیتش رو قرار داده به صورت رسمی، گفته اگر خرید کنید از فروشگاه ما به شما 10 دلار داده میشه. یعنی فورتنایت کلا نظرش رو عوض کرد. نمیدونم برای کمپانی چندین میلیارد دلاری این 10 دلار چقدر برای سخت بوده که این همه نظرش رو عوض کنه و یه بار بیاره تو بازی دوباره حذف کنه، که به نظرم کار خوبی نکرده. خیلی از بازیکن‌ها هایپ شده بودن، خوشحال شده بودن که یه چیز رایگان مثلا گیف کارتی به بازی فورتنایت میده، ولی این اتفاق نیفتاد. خب از اینو بگذاریم، برسیم به چلنجام بدم. میخوام یکی یکی برای شما این چلنجا رو بگم و روش انجامشون رو هم به شما بگم. اولین چلنجی که شما باید انجام بدید، باید از ایرونت ها استفاده کنید توی بازی، همون دریچه های هوایی که شما رو میتونن این ور اون ور ببرن، اون بزرگا نه، این کوچیکایی که در حالت پرت شدن و پریدن هستن، همونطور که روی صفحه میبینید و توی تیلت تاورز و مگا مال پیدا میشن زیاد، و شما میتونید به راحتی ازشون استفاده کنید به اندازه 5 تا که بتونید این چلنج رو انجام بدید. چلنج بعد که معمولا تو بیشتر چلنج های فورتنایت هستن، باید لند کنید. لندم به شما قبلا هم گفته بودم که با رفتن خیلی فرق داره، با ویزیت کردن فرق داره. لند همونی که اول بازی اتفاق میفته، یعنی باید اینا رو پشت سر هم انجام بدید. من الان یکی یکی به شما میگم که باید کجا لند. باید لند کنید در اسنابی شورز، بعدش باید توی بازی دیگه لند کنید در فیتال فیلد، بعدش یه بازی دیگه باید لند کنید تو سانی استپس، بازی بعدش باید لند کنید در داسی دیووت، و بازی بعدش هم میتونید لند کنید در اپی هملت که بتونید این چلنج رو انجام بدید. چلنج بعد که بازم به چلنج از پا در آوردن حریفای، باید در ثانی استف یا شیفتی شفت 3 تا حریف رو از پا در بیارید تا بتونید این چلنج رو انجام بدید، که راه حل راحتش اینه که سریع به بازی سولو برید و تفنگتون رو سریع پیدا کنید و 3 تا حریف رو از پا پشت سر هم در بیارید. چلنج بعد که من همیشه از این چلنج ها بدم میومد، اینه که باید با پیستول 500 تا دمیج به حریفاتون وارد کنید، که یه ذره سخت‌تر نسبت به چلنج‌های مثلا ای‌آرشه، مثلا تفنگ‌های دیگه‌شه، ولی بازم انجام شدنیه. برید تو رامبل رویال و اونجا راحت میتونید انجامش بدید. چلنج بعد اینه که باید ویزیت کنید از تلفن بزرگ، از پیانوی بزرگ و از ماهی رقصنده بزرگ. همونطور که روی صفحه می‌بینید، محل این تلفن بزرگ در نزدیکی پولار پیک روی کوه یخیه. همونطور که میبینید میتونید برید اونجا، بعدش باید برید به فرق نمیکنه که حالا کدومشون برید اول، بعدش باید برید پیش این پیانو بزرگ در لونلی لاج، گوشه لونلی لاج که روی مپ هم معلومه، برید اونجا و بعدش باید برید این خونه کوچیک نزدیک مگامال و اونجا مایی هست، و باید برید پیش اون تا بتونید این چلنج رو به طور کامل انجام بدید. چلنج بعد اینه که باید چست پیدا کنید در جاهای مختلفی که دارای اسمن، مثلا تیت تاورز، مثلا لولی لاج، مثلا لوت لیک، اینا کلن توی اینا باید شما چست پیدا کنید که بزرگ روی مپ اسمشون رو نوشته.
چالش بعد که یه جوری شاید اذیت کنه، اول باید از 50 متر دورتر حریفتون رو از پا در بیارید، بعدش باید از 75 متر دورتر حریفتون رو از پا در بیارید و بعد اون باید از 100 متر دورتر حریفتون رو از پا در بیارید که این میتونه یکم اذیت کنه، ولی اینم توی رامبل رویال راحت میشه انجامش داد. برسیم به فورت بایت هایی که به شما گفتم. اولین فورت بایتی که میخوام بهتون نشون بدم، نیاز به 3 نفر دیگه غیر از خودتون دارید. اینو میتونید تو رامبل رویال برید و ببینید که شخصی دیگه غیر از شما میخواد که اونو انجام بده با شما، یا اینکه کلن با رفیقتون برید توی بازی برای انجام دادن این. شما نیاز به 3 نفر دارید که روی این نشانه ها بیستن و شما لوت کنید این فورت بایتتون رو تا بتونید چلنجش رو انجام بدید. فورت بایت بعدی باید برید طرف این ماهیه توی لیزی لاگون و در طرف دومش فورت بایت بعدی قرار داره که شما میتونید لوتش کنید و این چلنج هم انجام بدید. و در آخر فورت بایت بعدی در کوهی در پارادیس پالمزه که باید حتما در روز این کارو کنید، روز توی بازی باید در روز توی بازی این کارو کنید، یعنی آفتاب باشه، مگر نه میگه نمیشه. میرید اونجا توی داخل این اسکلته و فورت بایتشو لوت کنید و به راحتی بتونید تمومش کنید. فورت بایت های دیگر هم من در ویدیوهای قبلم نشون دادم، اگه خواستید اونا رو هم میتونید ببینید و چلنج هفته قبلم یه ویدیو جدا قرار دادم، اونم میتونید ببینید. خب در اینجا به پایان ویدیو میرسیم. خیلی خوب میشه که در این ویدیو 50 تا لایک داشته باشیم و منو در اینستاگرام دنبال کنید، سینای رو خدی تیره بایتی، و اگرم ساب نیستید ساب کنید. همتون عشقید، ممنون از حمایتاتون و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.